از مدت ها پیش اعلام کردیم که برای تبادل همه زندانیان ایرانی و آمریکایی آمادگی داریم. در خصمانه ترین دوران روابط ایران و آمریکا، تهران پیشنهاد تبادل زندانی به واشنگتن داده بدون پیش شرط و میانجی. از مهمانان برنامه میپرسیم آیا ایران برای شروع مذاکره به آمریکا علامت میدهد؟ طرف مقابل چقدر موضوع را جدی میگیرد؟ همچنین در ادامه این برنامه و طبعا حکومت هم ممکن است به خشونت متقابل متوسل بشه و یک سیکلی ایجاد میشه. هشدار محمد خاتمی درباره چرخه خشونت ناشی از نارضایتی و سرکوب. حکومت با پیشنهاد رئیس جمهوری پیشین ایران برای آشتی ملی چه خواهد کرد؟ البته در استان خوزستان و تا حدی استان تهران ما وضعیت شاید بغرنجی رو شاهد هستیم. خیز دوباره کرونا در تهران و چند شهر دیگر ایران. در خوزستان محدودیت ها از نو برقرار شد. و بازار داغ بازی های کامپیوتری در دوران رکود اقتصادی و خانه نشینی اجباری. از یک مهمان میپرسیم که او به بازی های کامپیوتری به عنوان حرفه نگاه میکند یا سرگرمی. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. درست در زمانی که رابطه ایران و آمریکا خصمانه تر از هر زمانی است، حرف از تبادل زندانی به میان آمده. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران میگوید که تهران آماده مبادله و گفتگو در این زمینه است، آن هم بی قید و شرط. در هفته های اخیر نام مایکل وایت، یک تبعه آمریکایی زندانی در ایران، بر سر زبان ها بوده. احتمال آزادی سیروس عسگری، استاد دانشگاه صنعتی شریف که در آمریکا گرفتار شده، هم مطرح بوده. در رخداد نادر بین دولت دونالد ترامپ با ایران، آذر ماه سال گذشته ژیاوانگ، پژوهشگر آمریکایی دانشگاه پرینستون، با مسعود سلیمانی، پژوهشگر ایرانی مبادله شد. نگاه آمریکا چیست؟ آیا تأکید چند باره مقام های ایران برای گشودن در گفتگو برای مبادله زندانی، زمینه سازی برای مذاکره با آمریکاست؟ با دو میهمان حرف میزنیم. اول گزارشی از کیوان حسینی. So my name is Cyrus Asgari. I'm a professor in material science and engineering. لایو اینستاگرام که این روزها برای بعضی به ابزار سرگرمی در دوران خانه نشینی اجباری تبدیل شده، برای بعضی دیگر ابزار اطلاع رسانی جدی است. بله آقای دکتر، صدامونو دارین؟ Yes. از جمله مهرنوش یزدانیار، کاربر بالای تصویر، که در این پخش زنده اینستاگرامی میزبان زهرا عسگری از آمریکایی‌های ایرانی تبار و پدر او سیروس عسگری بود. خانم یزدانیار وکیل آقای عسگری است که همکنون در آمریکا زندانی است به اتهام تبادل اطلاعات محرمانه. او میگوید در بازداشتگاهی به سر میبرد که توسط اداره مهاجرت آمریکا اداره میشود و جایی است برای اقامت موقت کسانی که قرار است از آمریکا اخراج شوند. اما در پی شیوع ویروس کرونا و لغو بسیاری از پروازها، این استاد دانشگاه صنعتی شریف همچنان در آمریکا زندانی باقی مانده و حالا میگوید جانش در خطر است، موضوعی که در هفته‌های اخیر نظر برخی رسانه‌ها از جمله روزنامه گاردین بریتانیا را جلب کرد و البته زمزمه‌هایی از احتمال تبادل زندانی و آزادی سیروس عسگری هم مطرح شد. حالا علی ربیعی سخنگوی دولت ایران میگوید که تهران آماده مذاکره برای تبادل زندانی است. از مدت‌ها پیش اعلام کردیم که برای تبادل همه زندانیان ایرانی و آمریکایی آمادگی داریم. اینو وزیر خارجه ما به صراحت اعلام کرد و این آمادگی رو ما اعلام کردیم. بنابراین ما بدون هیچ پیش شرطی اعلام کردیم آمادگی تبادل برای همه زندانیان و گفتگو پیرامون این آزادی وجود داره. منتها این آمریکا بود که تاکنون خودداری کرد و امیدواریم که توی شرایط بیماری کووید 19 که جان شهروندان ایرانی را در زندان‌های آمریکا داره تهدید می‌کنه، دولت آمریکا سرانجام مراقبت از جان انسان‌ها رو به سیاست ترجیح بده و آماده باشه که به این مسیر برگرده. در واقع مبنای استدلال دولت ایران برای چنین کاری با گلایه‌های سیروس عسگری در مصاحبه با روزنامه گاردین بی ارتباط نیست. هاشون دور هستن، میدونیم
اطلاعات داریم که نشون میده شهروندان ایرانی در زندان‌های آمریکا در شرایط مطلوبی نیستن و به خوبی مراقبت نمیشن. این برای ما نگران کننده است. شکاف میان ایران و آمریکا مدت هاست که از قهر دیپلماتیک رایج در دهه‌های اخیر به تنش ناشی از استراتژی فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ گره خورده و در این فضای پرمجادله هر دو کشور عده‌ای زندانی در اختیار دارند که تعداد دقیقشان روشن نیست. اما تا همینجا کم نیستن نام‌هایی که احتمال دارد در جریان مبادله زندانیان از حبس رها شوند. بیشترین نامی که این روزها برای مبادله احتمالی با سیروس عسکری مطرح شده مایکل وایت است که به رغم داشتن حکم 10 سال زندان به دلیل شیوع کرونا این روزها در مرخصی در سفارت سوئیس در تهران به سر می‌برد، اما اجازه ندارد ایران را ترک کند. سیامک نمازی هم یکی از زندانیان است که هم ایرانی و هم آمریکایی محسوب می شود و دولت آمریکا هر از گاهی خواستار آزادی او شده. او که حدود 5 سال است زندانی است، به اتهام همکاری با دولت متخاصم به 10 سال حبس محکوم شده. باقر نمازی، پدر سیامک نمازی هم وضعیتی مشابه پسرش دارد. او که بعد از بازداشت پسرش به ایران سفر کرد، مانند سیامک دستگیر و با اتهامی مشابه به 10 سال زندان محکوم شد. و البته مراد تاهباز هم هست، از فعالان محیط زیست که همراه با دیگر فعالان محیط زیست بیش از 2 سال پیش دستگیر شد و به اتهام ارتباط با دولت بیگانه به 10 سال زندان محکوم شد. او هم مانند سیامک و باقر نمازی در کنار تابعیت ایرانی تابعیت کشور آمریکا را دارد و ممکن است در جریان مبادله زندانیان آزاد شود. در آخرین مورد تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا، جیو وانگ بعد از گذراندن 3 سال حبس و برغم داشتن حکمی 10 ساله به اتهام جاسوسی با مسعود سلیمانی مبادله شد که به اتهام تلاش برای ارسال اقلام ممنوع به ایران حدود 1 سال در آمریکا زندانی بود. آقای سلیمانی در آن زمان شانه به شانه محمد جواد ظریف اینچنین به ایران بازگشت. این در حالی بود که چه در آن زمان و چه حالا تنش میان دو کشور از نگاه برخی خطر وقوع جنگ را میانشان افزایش داده بود. این بار اما سخنگوی دولت ایران معتقد است که وضعیت عوض شده. ما اصلا اعلام کردیم آمادگی داریم برای بحث کردن پیرامون آزادی همه زندان‌ها. این طرف آمریکایی است که باید در این زمینه اعلام نظر کنه. البته گفتم شواهدی از این الان وجود داره که به هر حال دیدگاهشون شاید تغییر کرده باشه. ویروس کرونا تا امروز آتشی بر بعضی از مهمترین تنش‌های دیپلماتیک در جهان بوده. آیا این بار کرونا آبی بر آتش خصومت سیاسی میان تهران و واشنگتن خواهد بود؟ کیوان حسینی، بی بی سی. کامبیز فتحی خبرنگار ما از واشنگتن به برنامه پیوسته. کامبیز، آمریکا چی میگه؟ آمریکا تا این لحظه هیچ چیزی نگفته و موضوع اظهار نظری نکردن. البته هفته پیش که این از صحبت‌ها اصلا مطرح شد با وزارت خارجه تماس گرفتیم، اظهار نظری نکردن. منتها تنها چیزی که در واقع ما را هم ارجاع دادن به اداره مهاجرت که پلیس مهاجرت و زندان مهاجرت در واقع یکی از همین شهروندان ایران که اسمش هم در واقع در گزارش اومد و مسئله سیروس عسکری که مسئله تبادل احتمالی و در واقع اخراج او از آمریکا مطرح است رو گفتن از اداره مهاجرت پرسید که اونا هم به حال اظهار نظری نمی کنند. منتها به نظر میاد اگر برنامه تبادلی باشه، اگر هم همچین مسئله روی میز باشه، معمولا قبلش اظهار نظری نمی کنند، معمولا بعد از اینکه انجام شد به رسانه ها درز می کنند و تا این لحظه سکوت هست. منتها این سکوت لزوما شاید خبر بدی برای مبادله احتمالی هم نباشه. ممنونم از همکارم کامبیز فتاحی در واشنگتن با ما. و ما گفتگوی داریم با 2 میهمان، علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از تورنتو کانادا با ما و رامین پرهام نویسنده از پاریس با ما. آقای نامور حقیقی، از یک طرف ایران میگه مذاکره نمیکنه، از یک طرف میگه آماده گفتگو تبادل زندانی است. تناقضی در رفتار حکومت ایران میبینیم؟ با سلام خدمت شما جناب آقای پرهام و شنوندگان و بینندگان عزیز. ببینید، به نظر میرسه حکومت جمهوری اسلامی فکر میکنه که بهترین راه حل این است که با توجه به نزدیک بودن به انتخابات آمریکا و
مشکلاتی که بیماری کووید 19 در آمریکا ایجاد کرده، موقعیت ترامپ رو در انتخابات تضعیف کرده. به هر حال این احتمال وجود داره که ترامپ چون سیاست تحریمش هنوز به اون نتایجی که می‌خواسته نرسیده و پایان دورم داره میشه، ممکنه عنصر انحرافی ایجاد کنه و بخواد یک درگیری کوچک نظامی ایجاد کنه که به اون درگیری کوچک نظامی یک نوع وحدت ایجاد کنه و اون کمبود آرایش رو به خاطر بحران اقتصادی از این طریق جبران کنه. بنابراین سیاستی که به نظر میرسه جمهوری اسلامی اتخاذ کرده سیاست مدیریت تنش هست، فریز کردن شرایط هست و اینکه بهانه به دست داده نشه تا بتونه این چند ماه رو از سر بگذرونه. بنابراین چند تا کار برای این هدف انجام دادن. اولیش این است که در مورد بحران هسته‌ای، در مورد هسته‌ای که به هر حال یکی از مهمترین موضوعات هست، در روز 20 فروردین هیچی نگفتن، قرار بود در مورد اینکه چه کارهایی میخوان بکنن انجام صحبت کنن. دوم با اینکه گفتن اروپا تعهداتش انجام نداده، ما در حوزه غنی‌سازی دیگه مرزی نمیشناسیم، ولی عملاً کاری انجام ندادن. و سوم اینکه در همین حوزه تبادل زندانی سعی میکنن فضا رو تلطیف کنن. بک چنل هایی هم از طریق نخست وزیر ژاپن برای گفتگوی مستقیم با ترامپ کردن، ولی فکر میکنن با شخصیتی مثل آقای پومپئو و دیدگاهی که داره به نظر نمیرسه ایران بتونه به مصالحه دست پیدا کنه. مدیریت تنش اولویت شده و این سیاست ها در مورد همین قضیه است. در این حال پیام هم میده به کشورهای دیگه که اونها هم فکر میکنن که بایستی یه مقدار سطح خصومت کم کنن که امارات متحده این کار انجام بده. آقای پرهام شما چی فکر میکنین؟ ارزیابی شما از این تلاش ایران چیه؟ یک طرف میگن ما مذاکره نمیکنیم، از طرف دیگر میگن که حاضریم برای تبادل زندانی با آمریکایی ها وارد گفتگو بشیم. بله، ممنون از شما، سپاسگزارم از دعوت شما جناب موسوی. درست میگید، تناقض در کار هست و این تناقض تازگی نداره. ببینید، موضوع اصلی مدیریت تنش نیست. موضوع اصلی عدم رابطه سالم و عادی با یکی از بزرگترین کشورهای دنیاست. تا این رابطه عادی سازی نشه، هیچ یک از مشکلات کلان ایران برطرف نخواهد شد. عادی سازی این روابط نیاز به یک دگرگونی عظیم فکری و سیاسی و ساختاری در ایران داره. یعنی دولتی باید در ایران سر کار بیاد که اولویتش عادی سازی روابط با آمریکا باشه تا بتونه مسائل کلان دیگر رو حل کنه. این مسئله ای هم که اخیراً رسانه‌ای شده، یعنی سر و صدای رسانه‌ای برپا کرده، برای اینکه خیلی بزرگتر و عمده‌تر از این که برجام بود که سرنوشتش دیدیم. این مسئله که بیشتر سر و صدای رسانه‌ای پیدا کرده در یک بستری از رویدادها میاد، مثلا در خلیج فارس که رئیس جمهور آمریکا دستور داد دو هفته پیش، چند روز پیش، که هدف قرار بدن اگر مزاحمتی ایجاد شد برای کشتی ایرانی در خلیج فارس. یا در عراق رئیس قوه مجریه ای سر کار اومده که فکر میکنم رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی آمریکا بوده و به نظر میرسه که سر روی خوشی نسبت به جمهوری اسلامی نداره، در این حال که تظاهرات در اونجا هست، از نو آغاز شده و دفاتر مربوط به جمهوری اسلامی رو آتش میزنن. صندوق پول هم که شرایطی براشون قرار داده که عملاً براشون عملی نیست، برای اینکه در لیست سیاه FATF هستن. بنابراین در همه عرصه‌های کلان شکست خوردن و همونجوری که در گزارش پیش از برنامه شما آمد در رابطه با ویدیویی که اخیراً از یکی از کارگزاران ولی فقیه منتشر شده، وحشت بزرگ اینها از خیزش بزرگ مردمه و در اون چارچوبه که باید سنجید. شما یه جا گفتید در مورد نخست وزیر جدید عراق گفتید رئیس دستگاه اطلاعاتی آمریکا، که مقصودتون رئیس دستگاه اطلاعاتی عراق بود. در صورت بله، آقای نامور حقیقی،
آمریکا خب گفته که ما به دنبال مذاکره هستیم و آقای ترامپ هم حرفش این بود که اینها اگه گوشی رو بردارن تلفن بزنن به ما، من موضوع رو بررسی میکنم. ولی این که آمریکا هم خیلی جواب نداده، دست کم این طوری که مقام های ایرانی میگن یا طرف ایرانی میگه، معناش چیه؟ آیا معناش این نیست که گویا آمریکا هم چندان جدیتی نداره؟ ببینید، موقعی که آقای ترامپ پیروز شده بود در انتخابات، خب در موقعی که آقای روحانی اونجا بود در سپتامبر، در واقع مهر ماه 96، 7-8 بار از طریق مکرون تلاش کردن که گفتگو با آقای روحانی کنن. اون موقع آمریکا تو برجام بود. خب اون موقع ایران سیاستایی که حالا در اون بلوک قدرت دعواست، نمیخوان آقای روحانی خیلی مسئله تنش‌زدایی رو دنبال کنه و برای بخشی از مبارزه با آمریکا به عنوان هویت سیستم در اومده، این کار رو قبول نکردن و خب این مهمترین فرصت از دست رفت. در وضعیت کنونی به نظر نمیرسه که فرصتی باشه برای انجام مصالحه، چون خواسته های آمریکا در مورد انجام مصالحه خواسته های استراتژیکی است که نیازمند اینی که یک دادستت استراتژیکی صورت بگیره و شاید سال گذشته در سازمان ملل یا حتی کرونا یا وقتی کرونا آغاز شد میتونستن این انجام بدن. به نظر نمیرسه الان حکومت، جناح حاکم، به خاطر چند تا مسئله. یکی، اول جمهوری اسلامی بحران جانشینی داره، تغییرات جانشینی صورت خواهد گرفت در سالهای نزدیک، مجلس را هم ممکنه برای این تغییرات داره آماده میشه. دوم مسئله بحران اقتصادی است، بحران معیشتی است که به هر حال کرونا و تحریم اقتصادی رو تشدید کرده. بله. و همون مسئله سوم امکان شورش‌های خیابانی، خیزش‌های سیاسی است. و چهارم چالش‌های درون بلوک قدرت. تو خود بلوک قدرت دیدگاه یکسانی در نوع تعامل با آمریکا وجود نداره. عده معتقدن ما به سمت درگیری، عده معتقدن باید ما همین وضعیت رو حفظ کنیم تا با توجه به اینکه شانس ترامپ کم شده ترامپ رد شه، عده هم معتقدن نه ما باید بریم مصالحه کنیم که خب در اقلیتن و به جایی نمیرسه این دیدگاه. در نتیجه در چنین وضعیتی به نظر نمیرسه که الان فرصتی برای انجام مصالحه باشه، اما واقعیت این است که میتونه هم تنش کم بشه هم میتونه منجر به درگیری بشه. آمریکا فکر میکنه که میتونه در یک درگیری کوتاه مدت از لحاظ تبلیغاتی در انتخابات ریاست جمهوری خب کمک بزرگ کنه به انتخابات، ولی در ایران اونا بدترین سناریو در نظر گرفتن و وارد درگیری شدن آمریکا میتونه تبعات جدی داشته باشه. مضافاً برای اینکه امارات، به خصوص امارات متحده عربی و عربستان، الان در وضعیتی که ترامپ ابهام داره در موقعیتش، چندان تمایلی ندارن که این درگیری و جنگ رخ بده. آقای پرهام، شما گفتید که باید در درون ایران تغییراتی اساسی به وجود بیاد، گویا آمریکا هم به دنبال همینه، میگن که باید رژیم رفتار خودش رو عوض بکنه. شما موافقید که به خاطر اینکه چنین اتفاقی نیفتاده ارزیابی آقای نامور حقیقی درسته و احیاناً کسانی در آمریکا به دنبال درگیری هستند؟ نه. ببینید، به گونه اغراق‌آمیزه. ببینید، شما از یک طرف با دارید راجع به یک کشوری صحبت میکنید که ابرقدرت دنیاست، چه از لحاظ اقتصادی، تکنولوژیک، نظامی، نفوذش در نهادهای بین‌المللی، فرهنگی و و و و و. از سوی دیگر دارید راجع به کشوری صحبت میکنید که عملا در پرتگاه سقوطه، یعنی اقتصادش ورشکسته است، بانکش ورشکسته است، مدیریت کروناش به همین چیزیست که میبینید، شکاف عمیق بین دولت و ملتش وجود داره و و و. اینی که بگید ابرقدرتی از این دست برای پیروزی در انتخابات یا هر چیز به دنبال یک درگیری است، اگه به دنبال درگیری بودن که دو هفته پیش وقتی که مزاحمت بارها و بارها در خلیج فارس پیش آمده بود که خب از این فرصت استفاده می کنیم. مسئله این نیست. مسئله این است که ببینید سیستمی، نظامی در ایران سر کاره که جزو ساختار عقیدتی و ساختار حکومتیش هست، دشمنی با آمریکا. هر گونه اصلاح این ساختار
موجب فروپاشی کل بنا خواهد شد. مسئله بر سر بازگشایی سفارت آمریکا در تهرانه. مسئله بر سر تبادل دو تا یا سه تا زندانی نیست. میگم بزرگتر از این و کلانتر از این که برجام بود سرانجامش رو دیدید. مسئله بر سر تبادل دو یا سه نفر آدم نیست. مسئله بر سر این است که 41 سال است شما خصومت با یک اردوگاه، با یک فرهنگ، تمدن و یک کشور رو جزء ارکان عقیدتی و ساختار نظام خودتون کردید. تا این ساختار با پا بر جاست وضعیت بر همین گونه خواهد بود. تازه این رو نکته دیگری هم که بسیار حائز اهمیتی بعدش اضافه بکنیم و اون این است که پس از برجام اگر به خاطر داشته باشید دیپلمات‌های آلمانی به صورت آشکار، دیپلمات‌های فرانسوی در گوشی به شیوه فرانسوی خودشون پس از برجام در تهران به مقامات حکومت آقای روحانی گفتن تا زمانی که روابط خودتون رو با اسرائیل عادی نکنید انتظار روابط عادی با اردوگاه عبر نداشته. خب آقای نامور حقیقی، نکته که آقای پرهام دارن اینه که این مسائل کوچیک رو خیلی بهش توجه نکنید، کار از ریشه خرابه. اگه خیلی کوتاه شما جواب بدید که بعد هم آقای پرهام توضیح بدن. آقای پرهام توضیحاتشون چند تا اشکال فکتوال داره، یعنی با فکت من نگفتم که حتما آمریکا وارد درگیری میخواد بشه. دیروزم خود آقای فیتزپاتریک که تو برنامه شما بود گفت که ممکنه اگر آقای ترامپ در موقعیت ضعیفی تو انتخابات قرار بگیره این به عنوان یک گزینه انجام بده. این نکته بنابراین نظر من نیست، نظر بسیار از کارشناسا تو آمریکاست. نکته دوم، ببینید آقای پومپو کسی بود که موقعی که برجام آقای ترامپ خواست اوباما امضا کنه طرفدار بمباران ایران بود و این دیدگاه رو خب منتقل کرده تو CIA، تو وزارت خارجه و گزارش‌های خبری که خودتونم منتشر کردید، نیویورک تایمز منتشر کردید، در دو سه مورد تقاضای حمله به ایران داشته ده. مثل تو عراق، مثل حمله به هواپیمای آمریکایی و خود آقای ترامپ انجام نداده. پس بنابراین اینجوری نیست که همچین چیزی نبوده. و نکته سومم که باعث نگاه کرد در مورد این هست که ایشون می‌فرمان که امکان اینی که در سیستم مصالحه‌ای با این ساختار وجود نداره، نه الزاماً اینجوری نیست. یعنی میتونه عادی سازی در شکل‌های محدود صورت بگیره، همینجوری که با آقای اوباما در شکل محدودی صورت گرفت. و مهم این است که ایران و آمریکا چی توافق کنن. ببینید اگه استراتژیکلی نگاه کنیم با توجه به افزایش خطر چین، آمریکا مجبور تمرکزش رو بذاره روی مسئله چین و اون بخش از دنیا. سیاستی بود که آقای اوباما دنبال میکرد. بنابراین استراتژیکلی اگر نگاه کنیم سیاست استراتژیک آمریکا این نیست که وارد بخواد مسئله شما میفرمایید که باید تمرکز خودش رو بگذاره بر روی چین و از جاهای دیگه یک مقداری بله. نکته کلیدی من بگم، ببینید ایران همه این چیزایی که آقای پرهام میفرمان درسته، شکاف میان ملت دولت داره، اقتصادش دچار بحران جدی است، بحران جانشینی داره، مسئله منطقه‌ای داره، همه این مشکلات داره، ولی با همه این مشکلات چون فاقد اپوزیسیون نیست که بتونه این نارضایتی رو بسیج کنه، هم اروپا و هم بخشای از آمریکا که نگاه استراتژیک دارن معتقدن الان ما بفرمایید که بر نکته شما نکتهتون رو فرمودید. آقای پرهام شما بفرمایید پاسختون رو لطفاً. بله ببینید کاری به کار، خواهش من از مهمان دیگر برنامه است که کاری به کار نگاه استراتژیک آمریکا به چین و معادلات کلان دنیایی خواهش میکنم نداشته باشید. شما به وضعیت کشور خودتون، فقر گسترده، 74% مردم بلوچستان که زیر خط فقر خشن هستند، یعنی غذا ندارن بخورن، شما اون مسائل رو مد نظر قرار بدید، استراتژی آمریکا نسبت به چین مسئله دیگری است. تکرار میکنم تا زمانی که دولتی مصمم ملی و عملگرا در ایران بر سر کار نیامده باشد که هدف اصلیش خدمت به مردم و منافع ملی باشد و چون این دولتی
در زمینه روابط خارجی سرمشق اولویت‌های خودش قرار نداده باشد، عادی سازی روابط با آمریکا، یعنی گشایش سفارت آمریکا در تهران، عادی سازی روابط با اسرائیل، برای اینکه همپیمان هستند با اروپا، آمریکا، اسرائیل، اینها در همه زمین‌ها با هم همپیمان و شریک هستند، تا عادی سازی کشور عربی آمریکا که با اسرائیل رابطه ندارن. آقای برام، کشور عربی الان رابطه رسمی ندارن با اسرائیل، عربستان، امارات، آقای ناور حقیقی، وقت برنامه همینجا تموم شد. خیلی ممنونم از هر دوی مهمانان برنامه، ممنونم از رامین فرهام نویسنده در پاریس و همینطور علیرضا ناور حقیقی تلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو کانادا. فکر میکنم که جا داره که یک بار دیگه با هر دوی آقایون برگردیم و بحثی در این باره بگذاریم. اما محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در یک پیام ویدیویی درباره تولید چرخه خشونت متقابل میان مردم ناراضی و حکومت هشدار داده. او گفته که این چرخه باعث میشه که نفرت و خشونت از هر دو طرف بیشتر بشه و مشکلات بسیاری هم به وجود بیاره. کار آفرینان جامعه ما، زنان ما، مردان ما نوعی نارضایتی دارن، نومیدی ایجاد میکنه. نومیدی که ایجاد شد بیاعتمادی ایجاد میکنه. بیاعتمادی که ایجاد شد کم کمک خدای نکرده جامعه میل به خشونت برای ابراز اون نارضایتیش و رهایی از اون نومیدی که داره پیدا میکنه و طبعا حکومت هم ممکن است به خشونت متقابل متوسل بشه و یک سیکلی ایجاد میشه. خشونت مردم ناشی از نارضایتی و بی‌اعتمادی که البته دشمنان و تبلیغات دشمنان هم سعی میکنن این نومیدی رو حتی بیش از اون چیزی که هست بهش دامن بزنن، تقویت بکنن، ولی اصلش وجود داره، ممکنه به خشونت منجر بشه. خشونت متقابل هم باز این سیکل سبب میشه که نفرت و خشونت از هر دو طرف زیادتر بشه و این مسئله اگر تداوم پیدا بکنه بسیار مشکل ایجاد میکنه. محمد خاتمی در حالی از خشونت متقابل حکومت و مردم صحبت کرده که اعتراض‌های آبان 98 در شهرهای مختلف ایران با خشونت شدید نیروهای نظامی و امنیتی روبرو شد، تا جایی که صدها نفر از این معترضان ابتدا به گران شدن بنزین اعتراض داشتند، با شلیک نیروهای امنیتی کشته شدند. خبرگزاری رویترز تعداد کشته‌ها را حدود 1500 نفر اعلام کرده. شرایط اقتصادی بعد از شیوع کرونا در ایران و در سایه تحریم‌ها وخیم‌تر شده. اواخر فروردین ماه سخنگوی دولت ایران گفته بود شیوع ویروس کرونا بر وضعیت شغلی بیشتر از 7 میلیون نفر اثر گذاشته. وخیم شدن شرایط اقتصادی بر نارضایتی مردم اثر مستقیم داره. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم از تشدید مشکلات اقتصادی به خاطر شیوع کرونا در زیر سایه تحریم ها گفته بود. ما در حال تحریم هستیم، نمیتونیم وام بگیریم، نمیتونیم معاملات و تجارت ما با دنیا با سهولت انجام بگیره، نمیتونیم با بانک های مختلف دنیا در تماس باشیم. خب همه شما میدونید که قبل از تحریم اخیر یعنی سال 97 چقدر اعتبار بانک ها بود که آماده بود پرداخت بشه به ما، یعنی 20 میلیارد، 10 میلیارد، 30 میلیارد بانک های بزرگ دنیا متعهد شده بودن که اعتبار در اختیار ما بگذارن. حالا برای پروژه های مختلف اینا یک مرتبه قطع شد و وقتی ارتباط ما با بانک های دنیا قطع میشه، وقتی فشار اقتصادی بر ما وارد میشه، وقتی فشار بر صادرات ما وارد میشه، بر روابط بانکی ما وارد میشه که یه مشکل بزرگ بود. حسن روحانی بود رئیس جمهوری ایران. محمد خاتمی در سخنرانی اخیرش که به دلیل ممنوع تصویر بودنش در رسانه های تصویری ایران بازتاب چندانی نداشته به طرح آشتی ملی اشاره کرد، طرحی که یک بار حدود 4 سال پیش اون رو مطرح کرده بود. در همان زمان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران مستقیما به این پیشنهاد پاسخ داد و آن را بی‌معنا خواند. آقای خامنه‌ای حتی گفت که مردم باید با به گفته او فتنه‌گران عاشورای 88 آشتی نکنند. اشاره او به معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 بود.
با این حساب در فضای سیاسی ایران مخاطب محمد خاتمی کیست؟ مفهوم هشدارهای رئیس جمهوری پیشین ایران چیست؟ گفتگویی داریم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بن آلمان با ما. احتمال داره که کشور به چرخه خشونت بیفته، این حرفیه که آقای خاتمی زده. آیا انتظار داره که حوادثی مثل دی ماه 96 و یا آبان ماه 98 تکرار بشه؟ ببینید، بگذارید قبل از اینکه من از انتظارات آقای خاتمی حرف بزنم یا تحلیل کنم فضای سیاسی ایران رو، من هشدار بدم راجع به این نوع در واقع گفتمان، این نوع ادبیاتی که ظاهرش بسیار تمیز و مقبوله. در نیت کسانی که اینطور حرف میزنن من شک ندارم، نیتشون احتمال بسیار زیاد نیت مثبتی است. منتها این گفتمان جعل تاریخ ایرانه، این گفتمان دروغه. در مقابل یک بچه‌ای که عصبانیه، شغل نداره، گشت ارشاد کتکش زده، ناراحته، میاد یه سطل آشغال آتش میزنه، حکومت غلط میکنه که به شلیک میکنه، بیخود میکنه. این که بگیم چون اون بچه سطل آشغال آتش زده حکومت هم شلیک میکنه و منطقی جلبش بدیم، نه اینطوری نیست. در جمهوری اسلامی، در ساختار ایران، در مورد سه تا شورش اعتراض در کشورهای غربی بسیار تبلیغ میشه. جنبش وال استریت در آمریکا، وال استریت را اشغال کنید، جنبش جلیق زردها در فرانسه و شورشی که چند سال پیش در لندن اتفاق افتاد. ببینید، در شورش لندن یک محله رو آتش زدن، یک نفر محض رضای خدا کشته نشد. در جنبش جلیق زردها میگن 8 نفر یا 10 نفر کشته شده، تمامشون معلومه. طرف توی در واقع ترافیک رانندگی دو نفر مشکل قلبی داشتن، مردن، اینطوری شده. در جنبش آمریکا هم یک نفر پلیس کجا شلیک میکنه اگر کسی عصبانیه، مثلا سطح آشغال آتش میزنه. بگذاریم از اینکه در ایران طرف میگه مثلا من خامنه ای رو نمیخوام، با طرف با تکتیرانداز شلیک میکنم، مثل خرگوش شکارش میکنم. برای من مقابل این استدلال میخوام با تمام وجودم بیستم. این استدلال با اینکه شاید نیت گوینده نیت بدی نباشه، جعل تاریخ ایران، کمک کردن به ظلم در ایران و باید عوض بشه اگر ایران بهتری ما میخوام. اما که آقای خاتمی چی پیش بینی میکنه، من فکر میکنم بله، حرفای ایشون نشون میده در واقع اون بخش، اون لایه بال چپ حکومت برگشته به همون نگرانی هایی که البته 22 سال داره. من یادم هست سال 1177، 22 سال پیش که جنبش کوه دانشگاه بود، من در دانشگاه تهران بودم، نمیدونم در دانشگاه اونجا، در دانشگاه تهران بودم، دانشگاه کاشان بودم. آقای خاتمی دقیقاً همین حرفا رو میزد، دقیقاً دوباره راجع به سرمایه اجتماعی دوباره میگفت مردم ناامید خواهند شد. برای من فکر میکنم حرف آقای خاتمی رو باید اینطور ببینیم که در واقع تکرار نگرانی های آقای خاتمی و جریانشه که بعد از 22 سال داره تکرار میشه، منتها نسبتی متاسفانه با تغییرات عظیمی که در اجتماع اتفاق افتاده نداره به گمان من. شما البته اشاره کردید که در لندن کسی کشته نشد، ولی اعتراض ها به دلیل کشته شدن مارک دوگان شروع شد، یک جوان 29 ساله اگر اشتباه نکنم. در هر صورت، آیا از نظر شما با توصیفی که از این جعل کردید، هنوز زمینه‌ای برای همبستگی یا آشتی ملی که محمد خاتمی میگه وجود داره، یا از نظر شما کار از کار گذشته، دیر شده؟ نه، این که خب در مورد مسئله اجتماعی و سیاسی که خیلی غیر ممکن آدم بگه کار از کار گذشته. ببینید، کشور دچار انحلال سیاسیه، جامعه ایران. ما در مقابل احزاب و جریان‌های قرار داریم، از نیروهای دست راستی طرفدار آقای خامنه‌ای یا سپاه پاسداران بگیرید تا اصلاح طلبان، تا میانه روها، تغییر خواهان و نهایتاً براندازها. اینا هر کدوم راه حل خودشونو دارن و هر کدومشون یه طوری حرف می‌زنن انگار تمام حقیقت پیش اونهاست و تمامی منتقدانشون هم همشون تمامی منتقدانشون رو حمله می‌کنن. منتها هیچ کدومشون راه حل اجماعی که مردم قبول داشته باشن یا سرش توافق رسیده باشه هنوز نداریم. کشور در آستانه در واقع تغییرات بد نیست. اون چیزی که الان پیشنهاد آشتی ملی که آقای خاتمی و جریان او داره چند سالی میده، در خارج از کشور، در بخش کوچک، البته نه بخش بزرگی، بخش کوچک از نیروهای اپوزیسیون هم هست. مثلا همین چند روز پیش، آقای یکی دو هفته پیش، مرتضی خانساری یه نامه نوشت به ابراهیم رئیسی، دوباره همین پیشنهاد آشتی ملی رو مطرح کرد که اون یه چهره شاخص مخالف حکومت هست. منتها فکر می‌کنم هر چی که میگذره دوره این نوع پیشنهادات ضعیف‌تر میشه. یعنی واقعیت نیستش که اگر شما 3-4 سال پیش راجع به گفتمان براندازی در ایران حرف می‌زدید و غرض و مرضی نداشتید، مستقل نگاه می‌کردید، می‌دید گفتمان براندازی در ایران جایگاه چندانی نداره. الان که شما راجع به گفتمان براندازی صحبت می‌کنید، بخش بزرگی از نخبگان داخل کشور میگن خب پس راه دیگه نمونده. در واقع اینکه آقای خاتمی میگه اگر اینطوری بشه اون موقع مردم ناامید میشن، این اتفاق افتاده. یعنی من یادم نمیاد در دو دهه گذشته. آقای مهدوی، بذارید که از شما این سوالو بدون تعارف بپرسم. وقتی گفتید که انسداد باید شکسته بشه، درگیر بن‌بست سیاسی هستین،
منظور شما هم اینه که باید براندازی صورت بگیره، یعنی شما هم از جمله همون تحلیلگرانی هستید که فکر میکنید کارت به استخون رسیده؟ بله، من اگه بخواید از نظر تبار سیاسی نگاه بکنید، بله من معتقدم کار با استخوان رسیده، تغییرات اساسی و کلیدی میخوام، این اعتراف صادقانه من. منتها ما در ایران چیزی که زیاد داریم فعال سیاسی است، فکر می‌کنم چیزی که کم داریم روزنامه‌نگاری. تغییرات کلیدی و اساسی منظورتون براندازیه یا نه؟ بله براندازیه، بله تغییر حکومت، ولی من تا اینو دارم عرض میکنم، من در مقام تحلیل دارم حرف میزنم، در مقام یک کنشگر سیاسی صحبت نمیکنم. اگر میخواد دقیق‌تر حرف منو بفهمید، در واقع موضوعمو دقیق‌تر بخوام توضیح بدم، این برای شما مهمه. من معتقدم صرف براندازی در ایران جواب نمیده، به این خاطر که نیروهای برانداز اکثریت جامعه رو ندارن، نیروهای برانداز بخش مذهبی جامعه رو نادیده میگیرن، نیروهای برانداز بخش‌های متعدد و پیچیده جامعه ایران، طبقه متوسط شهری رو نادیده میگیرن. تصور میکنن با فشار اقتصادی و احتمالاً خشم طبقه محروم یا حکومت میره. نگاه امثال من هست که نه، حکومت ریشه داره، بنابراین باید یک در واقع توافقی، یک حد واسط بین این دو ایجاد بشه. و اینجا که میگم انسداد ملی، انسداد سیاسی، به این خاطر که واقعاً نیست که راهکار مشخصی وجود نداره. اگر راهکار مشخصی وجود داشت دیگه اون موقع انسداد سیاسی ایجاد نمیشد. همین الان گفتگوی داشتیم، آقای نامور حقیقی گفتن که یکی از مشکلاتی که وجود داره این است که گویا در خارج از حکومت یک اپوزیسیون قوی وجود نداره، جایگزینی دیده نمیشه. در لحظه یا در زمانه ای که خب کسی برای محمد خاتمی چندان تره خورد نمیکنه، حاکمیت هم به نظر نمیاد که بخواد حرکت خودش رو تصحیح کنه، و در خارج از ایران هم نمیشه از یک چهره شاخصی بر اساس بعضی از ارزیابی ها نام برد، چه باید کرد؟ ببینید این دقیقاً همون وضعیت خطرناکی است که حال کسانی که ایران رو دوست دارن در موردش نگرانن، با گرایش‌های مختلفی که وجود داره. به شما گفتم شما از طرفداران آقای خامنه‌ای تا بیاید براندازها، با گرایش‌های مختلف، طرفداران شاهزاده رضا پهلوی، سازمان مجاهدین خلق، جمهوری‌خواهان، چپ‌ها مخصوصا، اینا شما با هر کدومشون صحبت بکنید یه راهکارهای پیشنهادایی دارن که بخش بزرگیش البته مشترکه، منتها با هم اختلاف دارن، هر کدومشون هم حق خودشون میدونن، راه خودشون رو درست میدونن، و هیچ کدومشون هم تلاش عمده ای، تلاش جدی برای جذب جریان‌های مقابل نمی‌کنن. اگر به عملکرد نیروهای برانداز ایران نگاه بکنید، ببینید بیشتر از اون که روی استبداد یا مثلا روی سپاه یا مثلا روی حاکمیت مذهبی متمرکز باشن، روی رقبای خودشون متمرکزن، چون ذهنیتشون این هستش که قرار هست به زودی تغییراتی ایجاد بشه. من واقعیت هستش که در این شرایط من تصور نمی‌کنم اتفاق بزرگی رخ بده، تصور می‌کنم در واقع کشور دوره به سمت سراشیب سیاه، استبداد سنگین‌تر، فقر بیشتر، مشکلات بیشتر پیش میره، مگر اینکه گشایش ایجاد بشه. و واقعیت هم این هستش که انتقادم به امثال آقای خاتمی دقیقاً همینجاست، به این خاطر که در این شرایط واقعا آدم باید عافیت اندیشی بکنه که بشینه یک گوشه مثل من از منظر یک تحلیلگر صحبت بکنه. در این شرایط باید آدم‌ها از انتظار میره که از کسی مثل آقای خاتمی که در واقع راهکار ارائه بده. من سوال می‌کنم، مثلا شما فرض کنید یک طرفدار آقای خاتمی از آقای خاتمی بپرسید خیلی خوب آقای خاتمی، من می‌خوام ظلم کمتر باشه، مشکلات کمتر باشه، من باید چیکار کنم؟ ببین تا 2 سال پیش اونا میگفتن در انتخابات شرکت کنید، اصلاحات پارلمانتاریستی، الان که دیگه در انتخابات هم شرکت نکردن، برای من حتی می‌خوام بگم در این جریان هم راهکار مشخصی برای جامعه غربیش وجود نداره. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بن آلمان، سپاسگزارم. در ایران یک مقام ستاد مقابله با کرونا میگوید روند شیوع این ویروس در بعضی از شهرها از جمله تهران دوباره خیز برداشته. وضعیت استان خوزستان هم نگران کننده اعلام شده و در 9 شهرستان اداره ها تعطیل شدند. ورودی های شهر آبادان هم از فردا بسته خواهد بود. بر اساس آمار وزارت بهداشت، طی شبانه روز گذشته نزدیک به 1400 مورد جدید ابتلا به کرونا شناسایی شده و 51 نفر هم جانشان را از دست دادند. فرین آسمی گزارش می‌دهد. هشدار درباره روند سعودی شیوع کرونا در پایتخت ایران. علی ماهر، معاون برنامه‌ریزی ستاد فرماندهی عملیات مدیریت کرونا در تهران، میگوید اوضاع این شهر وخیم است و با باز شدن کسب و کارها، فاصله گذاری اجتماعی در خیلی از نقاط فراموش شده. ستاد کرونای تهران پیشنهاد داده ساعت کاری در این شهر شناور شود. همزمان وزارت بهداشت هشدارهایی درباره شیوع کرونا در خوزستان داده و اوضاع این استان را نگران کننده خوانده. استاندار خوزستان از تعطیلی اداره ها و اعمال محدودیت در 9 شهرستان خبر داده و گفته بین مناطق مختلف شهرها هم محدودیت های رفت و آمد ایجاد می شود. خبرگزاری صدا و سیما می گوید طی یک هفته گذشته آمار مبتلایان به کووید 19 در این استان تا 200% افزایش داشته.
با این حال وزیر آموزش و پرورش از بازگشایی محدود مدارس از 27 اردیبهشت خبر داده، اما گفته که حضور دانش آموزان اجباری نیست و فقط برای سوال و رفع مشکلات می توانند به مدرسه بروند. این هم جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا است با حضور رهبر جمهوری اسلامی از طریق ارتباط ویدیویی. پیشنهادی ندارم. نظر کارشناسی و بررسی شده ستاد رو معتبر می‌دانم. منتها توصیه‌ام اینه که بررسی این مورد رو به کسانی بدید که اهمیت حضور دعا و توسل و مسائل معنوی رو به معنای واقعی کلمه درک کرده باشن. او در ماجرای گران کردن بنزین و مذاکرات هسته‌ای هم توپ مسئولیت را به زمین دولت انداخته بود. اولین بار در جهان که به جای سعید نمکی وزیر بهداشت از مردم خواسته 4 تا 6 ماه دیگر صبر کنند تا پزشکان رفتار ویروس کرونا را واقع بینانه تر شناسایی کنند. او گفته باید دورانی طولانی را با کرونا سپری کنیم و ممکن است همزمانی کرونا و آنفلانزا در پاییز همه را غافلگیر کند. اما هستند کسانی که هشدارها درباره وضعیت قرمز شیوع کرونا را بزرگنمایی می‌خوانند، از جمله محمد مهدی باقری رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم. این خبری که درباره کرونا میگویند دروغ است. خبر اینقدر بزرگ نیست. خطر هست ولی اینطور نیست که اینها میگویند. پشت این توطئه است. پزشکان امیدوارند با انتقال پلاسمای بیماران بهبود یافته از کووید 19 به بیماران فعلی از سپر دفاعی که سیستم ایمنی آنها در برابر کرونا ایجاد کرده استفاده کنند. من از دوستان و بیماران بهبود یافته کرونایی میخوام که به شکرانه سلامتشون در این شب‌های عزیز مراجعه به پایگاه‌های انتقال خون 16 استان کشور داشته باشن و با اهدای پلاسماشون که از اهدای خون خیلی راحت‌تر هست و اصلا خونی از بدنشون خارج میشه بلکه زردابه خونشون توسط ماشین گرفته میشه به بهبود بیمارانی که الان در بیمارستان‌ها بستری هستن. بر اساس آمار وزارت بهداشت ایران تا کنون 107603 مورد ابتلا به کرونا در ایران ثبت شده. 6640 نفر هم بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و تا کنون 86143 نفر بهبود پیدا کردند. بسیاری از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس درستی آمار وزارت بهداشت را زیر سوال بردند. بعضی مقام‌های پزشکی و بیمارستانی هم این آمار را بسیار کمتر از آمار واقعی دانستند. با این حال وزیر بهداشت ایران آمار ارائه شده توسط وزارتخانه اش را منظم‌ترین و عالمانه‌ترین آماری دانسته که در دنیا ارائه می‌شود. فرین عاصمی، بی بی سی. در دوران شیوع کرونا خانه نشینی به خاطر قرنطینه بازار بازی‌های کامپیوتری را داغ کرده. در هفته‌های اخیر رکورد‌های تاریخی از میزان تماشای بازی‌های دیجیتال ورزشی و غیر ورزشی ثبت شده. این بازار در ایران هم رونق گرفته اما با تفاوت‌های قابل توجه نسبت به سایر کشورها. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. محبوبیت بازی‌های کامپیوتری با خانه نشین شدن افراد در دوران کرونا بیشتر از قبل شده. شمار تماشاگران روی بزرگترین پلتفرم‌های تماشای آنلاین بازی‌های کامپیوتری رکورد زده. بازی‌های جدید به بازار وارد می‌شود و افراد مشهور مردم را به خانه ماندن و بازی کردن تشویق می‌کنند. سرعت رشد این صنعت در ایران و کشورهای همسایه آن توجه فعالان این صنعت را جلب کرده. ترکیه، عربستان و ایران پردرآمدترین های بازار بازی‌های کامپیوتری در منطقه اند و بعد از اونها اسرائیل و امارات. بخش مهمی از پولی که در بازار بازی‌های دیجیتال ایران در گردش است، نتیجه فعالیت گیمرهای ایرانی است. سلام. مجبور شدیم دندون خانمو بکشیم کلن. لطفاً به هیچ عنوان این تیک ویدیو رو رد نکنیم. دیگه فکر کردید من واقعا دیگه نمیخوام ویدیو بذارم. سلام چطورین؟ افرادی که بازی آنلاین را به صورت حرفه‌ای دنبال میکنند و از آن درآمد دارند. من نیلوفرم 20
فکر کنم 3 سالمه، احتمالاً خرداد 24. نیلوفر 2 سال پیش دانشگاه را رها کرد و به دنبال حرفه‌ای مورد علاقه‌اش رفت. هفته چند بار به طور مرتب از بازی‌های کامپیوتریش محتوای آنلاین تولید می‌کند و آنها را به اشتراک می‌گذارد. نیلوفر میگوید که یک گیمر ایرانی مانند او میتواند به طور متوسط ماهی 5 تا 6 میلیون تومان درآمد داشته باشد که بخش عمده آن از استریم یا همان پخش آنلاین بازی‌های کامپیوتری است. به عقیده او هر گیمر ایرانی که بتواند درآمد دلاری خوبی داشته باشد ایران را ترک میکند تا بتواند با استانداردهای جهانی فعالیت کند. نمونه این مهاجران کوسر یا همان تاکسیک گرل است. اینجا هنوز در ایران است. از معدود دختران گیمر بود که در مسابقات جایزه برد و کار حرفه‌ای را از ایران شروع کرد. دلیل اصلی که من از ایران خارج شدم 100% برای پیشرفت کارم بوده. خارج از ایران یه سری موقعیت‌ها واسه آدم پیش میاد که توی ایران خب این موقعیت‌ها نیستش. اولش اینترنته. خیلی از گیم ها توی ایران فیلتر بود. یعنی من برای رکورد کردن یه ویدیو از اون گیم واسه استریم کردنش بعد وی پی ام می‌زدم. یه تایمی بود حتی 1 ماه توی ایران تویچ فیلتر شده بود. اصلا نمیتونستی روش استریم کنی. خب اینا خیلی مزله بزرگن. دلیل اصلیش این بودش که خب من وقتی که توی ایران زندگی می‌کردم اساس کارم چه درآمدم چه علاقه‌ام و تایمی که بیشتر می‌ذاشتم روی استریمینگ بود. ولی من میخواستم دیگه یوتیوبم رو به شکل قانونی شروع کنم، یعنی که حساب مال خودم باشه، درآمد بیاد به حساب خودم، همه چی قانونی و بدون دردسر باشه. واسه همین بعد میومدم خارج از ایران حساب باز میکردم. و خب وقتی که اومدم خب مثلا اینجا یه چند تا شرکت به من پیشنهاد کاری دادن، رفتم چند تا جلسه. این موقعیت رو چه ایران واسه آدم پیش نمیومد. دختران گیمر مانند نیلوفر و کوثر با محدودیت‌های بیشتری نسبت به پسران مواجه هستند. این در حالی است که دختران بخش قابل توجهی از جمعیت بازیکنان آنلاین را تشکیل می‌دهند. طبق آمار رسمی از هر 100 کودک و نوجوان ایرانی 69 نفر آنلاین بازی می‌کنند. 64% پسر و 36% دختر. برآوردها می‌گوید احتمالاً شمار بازیکنان بیشتر از آمار رسمی است. ایران عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به کپی‌رایت یا حق مؤلف نیست. بسیاری در ایران بازی‌ها را از بازار سیاه و بدون رعایت کپی‌رایت می‌خرند و این افراد ممکن است در آمار رسمی محاسبه نشوند. من عدد 7 انتخاب می‌کنم. ورود دختران به گیم‌نت‌ها در ایران مانند استادیوم‌های ورزشی پذیرفته شده نیست و دختران نمی‌توانند در تمام مسابقات حرفه‌ای داخل ایران شرکت کنند. کوثر میگوید حتی خانواده اش هم در ابتدا با کار او موافق نبودند. موقعی تونستن با این موضوع کنار بیان که دخترم میتونن گیم بازی کنن که حالا مثلا یه سری از مسابقات رفتم. البته میشه گفتش که بازم اونو مخالف بودم، ولی خب برنده شدم، جایزه‌م آوردم، بهشون نشون دادم نگاه کنید من میتونم در مسابقات شرکت کنم، میتونم ببرم، میتونم شاید درآمد داشته باشم درآینده. اینجوری دیگه کم کم باش اوکی شدم، ولی خب جامعه خیلی خیلی بحثش بزرگتر از خانواده بود. بخش عمده از درآمد گیمرهای ایرانی دلاری است که رسیدن به آن چالش بزرگی دارد به نام تحریم. وزارت دارایی امریکا ایران را از تحریم شبکه‌های اجتماعی، اپلیکیشن‌های ارتباطی و خدمات ارسال ایمیل معاف کرده، اما قوانین درباره بخش بازی‌های آنلاین ابهام دارد و هر شرکت امریکایی فعال در این حوزه باید به صورت موردی برای ارائه خدمات به ایران مجوز بگیرد. گیمرهای ایرانی می توانند از 2 طریق به درآمد دلاریشان دست پیدا کنند. اول آشنا یا فامیلی در خارج از ایران که پول به حساب آنها واریز شود و دوم از طریق بعضی شرکت‌های ایرانی که معادل ریالی این پول را در ازای کارمزد به حساب گیمرها در ایران واریز می‌کنند. هر دو روش ممکن است ریسک‌ها و هزینه‌هایی برای گیمرهای ایرانی داشته باشد که گیمرهای سایر کشورها آنها را تجربه نمی‌کنند. استریمرهای خارجی از طریق فروش اشتراک درآمد اصلی دارن، نه از
طریق دونیت که مردم بهشون پول میدن. طرفدارشون میشن خیلی راحت مثلا اشتراک ماهیانه بخرن، یه سری قابلیت ها بهشون میده که میتونن استفاده کنن. از اونجایی که خب ما تحریمیم، هیچ ایرانی نمیتونه که این خریدو بکنه، چون نه پیپل داره، نه ویزا کارت داره، نه هیچی. بعد این از این که ما از تویچ درآمد اصلی نخواهیم داشت. حالا یوتیوب باز یه بحث دیگه، یوتیوب چون فیلتره کسایی که ایرانن بعد وی پی ام بزنن و یوتیوب به خاطر اینکه این آی پی آدرس ها به خاطر وی پی ان هر بار عوض میشه سابسکرایبرها رو میگیره از ما. من خودم خیلی دلم میخواد گیم بزنیم. اگه بزنیم اول یه چیزی بهتون نشون بدم. من خیلی دلم میخواد که گیم بزنم الان. ولی این که میبینید اینجوری رد میشه یکم آدمو میترسونه دیگه. ببینید وضعیت اینترنت منه. این شرایط هزینه فعالیت حرفه‌ای گیمرهای ایرانی را بالا می‌برد و باعث می‌شود ایران نتواند از تمام منافع اقتصادی این بازار استفاده کند. در سال گذشته میلادی، صنعت بازی‌های کامپیوتری در خاورمیانه حدود 5 میلیارد دلار درآمد داشته. بسیاری از شرکت‌های بازی‌های کامپیوتری در حال سرمایه‌گذاری بیشتر در بازار کشورهای منطقه هستند، اما ایران به دلایل غیر اقتصادی نمی‌تواند از تمام فرصت‌ها در رقابت برای جذب سرمایه استفاده کند. شیدا هوشمندی، BBC. آریا کوکسر، یوتیوب گیمر یا تولید کننده محتوای بازی‌های کامپیوتری در یوتیوب از استانبول با ماست. آقای کوکسر، آقای آریا، شما از یوتیوب درآمد دارید، از گیمینگ با درآمد دارید، چطور پول در میارید؟ درود بر شما. در مورد درآمد من باید بهتون بگم که خب من همونجوری که میدونید توی وبسایت یوتیوب تولید محتوای گیمینگ میکنم و جوری که من درآمد دارم اینه که خب وقتی شما ویدیوی روی یوتیوب میذارید و طرفدار یا کسایی که شما رو دنبال میکنن میان اون ویدیو شما رو میبینن، نسبت به اون ویوهایی که شما دارید، تعداد بازدیدایی که شما دارید، خب یوتیوب یه میزان درآمدی از تبلیغایی که کسب میکنه رو 50% رو به شما میده، چون بالاخره شما دارید طرفدارتون رو به وبسایت یوتیوب میارید. و مثلا هر چقدر شما تعداد بازدیدهای هر ویدیوتون بیشتر باشه، در ماه مثلا تعداد بازدید کلیتون چقدر باشه، مثلا 1 میلیون 2 میلیون باشه، نسبت به اون به شما پول واریز میکنه براتون. اینو میفهمم، ولی در کنار اون آیا خود بازی کردن، آیا خود گیمینگ هم درآمدی داره؟ میشه ازش مثلا بدون این که شما حالا شیوه بازی خودتون رو فیلم بگیرید بذارید روی یوتیوب یا روی مثلا تویچ، اونجا هم امکان درآمدزایی هست؟ ببینید خب توی این زمینه اگه بخواید شما تویچ و یوتیوب رو کنار بذارید، تنها راهی که میتونید درآمد از طریق گیم کسب بکنید اینه که خب پلیر حرفه‌ای، بازیکن حرفه‌ای بازی باشید و توی مسابقات شرکت کنید. حالا یا شانستون خوب باشه، انقدر بازیتون خوب باشه که اون تورنمنت رو ببرید، جایزه اون مسابقه رو دریافت کنید، یا تیم‌هایی باشن که درست این کار رو ادامه بدن و شما رو استخدام بکنن، مثلا مثل فوتبال که رئال مادرید میاد کریستیانو رونالدو رو استخدام میکنه برای این تیم بازی بکنه. خب ما هم توی زمینه گیمینگ مثلا تیم فناتیک که برای سوئد میاد پلیرهایی برای مثلا بازی وارکرافت رو میگه که آقا شما توی وارکرافت پلیر خوبی هستی، من شما رو استخدام میکنم، اینقدر بهتون پول میدم که برای تیم ما بازی بکنی و مقام به دست بیاری. خب اینطوری میشه، ولی خارج از این موضوع دیگه شما فقط یا باید توی تویچ پخش زنده بذارید و از طرفدارتون حمایت بگیرید یا اشتراک بفروشید برای پخش زنده‌تون، یا توی یوتیوب ویدیو آپلود بکنید و طرفدارتون بیان ویدیوهای شما رو ببینید. در غیر این صورت خیلی کارهای میشه بگم که غیر رسمی هست. مثلا شما میتونید توی یک بازی معروفی مثل وارکرافت انقدر یه اکانتی شما بسازید و اون اکانت رو انقدر ببرید بالا، انقدر ارتقاش بدید، بعد این اکانت رو بفروشید به کسی که مثلا خیلی عاشق این بازیه تا بتونه مثلا از اون اکانتی که شما انقدر لول اپ کردین استفاده بکنه. ولی این خیلی غیر رسمی و کم انجام میدن این کار. برای شخص شما این سرگرمیه یا اینکه شغل و ازش میخواید کسب درآمد کنید و زندگیتون رو هم باش بچرخونید؟ ببینید وقتی من این کار رو شروع کردم خب طبیعتاً سرگرمی بود، ولی الان کاملا یه بیزنس کاملا جدیه برای من. من کل زندگیم رو دارم الان تقریبا از روی این بیزنس میگذرونم و خیلی دارم موفقیت کسب میکنم. خیلی خیلی بیزنس جدی است، برخلاف اینکه شاید خیلی‌ها فکر کنن که مثلا بگن
تو بازی میکنی، با این سنت بازی میکنی، این کار رو بذار کنار، برو یه درس یه حرفه یاد بگیر. ولی خود این یه حرفه است، این که هر روز بیای بشینی حالا صحیح. چه ویدیوی رکورد بکنی، خب دوربین هست، همه چی مثل یه برنامه ضبط میشه، خب ادیت کردنش از همه اینا هست. و واقعا تایم میخواد، کار آسونی نیست. خب چند ساعت در روز رو شما به بازی و به تولید محتوا اختصاص میدین مثلا؟ ببینید من اگه بخوام یه تولید محتوایی بکنم، اگه بخوام دقیق بگم، شاید نهایتاً یک ساعت اون بازی رو بازی بکنم، رکوردش بکنم و نهایتاً تا یک ساعت اون رو ادیت کنم و بذارم. و کلاً شاید این مکسیمومش بود، دو ساعت در روز تایم منو بگیره برای این. خیلی خیلی کوتاه. خیلی از پدر مادران نگرانن، از نظر شما این نگرانی بی دلیله؟ بخاطر اینکه ببینن ساعت‌ها بچه‌هاشون بازی میکنن. ببینید خب هر چیزی به جاش. من خودم موقعی که محصل بودم بازی میکردم، درسم هم میخوندم، بیشتر به خاطر خب طبیعتاً یه چیز معمولیه که پدر مادرها نگران باشن. ولی خب در آینده وقتی که یه ذره فرهنگ این موضوع جا بیفته و بدونن که چون هنوز مردم ما نمیدونن که از روی گیم میشه پول در آورد، خب به خاطر تحریم ها آشنایت ندارن، وقتی بدونن که نه میشه از روی گیم، حتی از یک دکتر یا یک مهندس موفق ایرانی میشه 10 برابر از اون شخص بیشتر پول در آورد فقط از طریق این گیم، خب شاید نظرها عوض بشه. ولی اینکه بخوان در مورد مثلا به عنوان مثال پسر بچه 10 ساله نگران باشن که داره بازی میکنه، خب طبیعیه، ولی شاید همین بازی رو در آینده کمک بکنه برای این رشته. خیلی خیلی ممنونم از شما آریا کوکستر، یوتیوب گیمر یا تولید کننده محتوای بازی‌های کامپیوتری در یوتیوب، و با آرزوی موفقیت برای شما در این رشته و همینطور در آوردن پول بیشتر. و ممنونم از شما که تا این لحظه این برنامه 60 دقیقه رو تماشا کردید. شب و روز بر شما خوش.